به نام خدا، سلام. توی این قسمت میخوایم با هم دیگه راجع به ولاسیتی یا سرعت تیم صحبت کنیم. بذارید من یک کنترل شیفت بزنم و فول اسکرین بشیم. ببینید، منظور از ولاسیتی در اسکرام اینه که یک تیم به صورت میانگین یا حالا بازعی بگیم، به طور بگیم میانگین، چند تا در واقع پوینت، چند استوری پوینت در یک اسپرینت میتونه انجام بده. مثلا فرض کنید من میام حساب کتاب میکنم، میبینم آقا تیم من به صورت اوریج، یعنی مثلا بعد از اینکه 5 تا 6 تا اسپرینت رفتم و اسپرینت که کلوز شد، ریویو و رترو انجام شد، میبینم آقا مثلا من معمولا بین 17 تا 20 پوینت انجام دادم. بنابراین ولاسیتی من مثلا میام اعلام میکنم، معمولا بازه ای اعلام میشه، مثلا میگم من معمولا بین 17 الا 20، مثلا 18 20 تا پوینت این تیم میتونه انجام بده بعد از 4 5 تا اسپرینت. ها همون اسپرینت اول اگه مثلا یو 30 پوینت انجام داد، مثلا نمیام بگم 30 پوینت، بعد سعی کنم 3 4 5 تا بگذره. خب ببینید، ولاسیتی دو تا کاربرد داره، یکی راجع به تخمین و گانت بندی پروژه خیلی کاربرد داره. من وقتی ولاسیتیم رو میدونم و یه پروداکت بکلاگ دارم که توش همه آیتم ها پوینت خوردن، ولاسیتی تیم هم که بلد باشم کار نداره، میتونم مجموع سیگمای اون آیتم های بکلاگ رو بگیرم. بذارید اینجا نشونتون بدم. سیگما اینا رو حساب میکنم، میدونم که مثلا ولاسیتیم بین 17 الا 20 بوده، میتونم بگم خب در بهترین حالت 200 تقسیم بر 20 پوینتر اسپرینت میشه 10 اسپرینت طول میکشه این پروژه تموم بشه، و در بدترین حالت 200 تقسیم بر 17 پوینت حدود 12 اسپرینت، پس پروژه من حدوداً 10 الا 12 اسپرینت بعد تموم میشه. یعنی این به من میتونه کمک کنه دیگه. من همیشه چیز جدی چشمم دارم، میتونم بگم چقدر از کارم باقی مونده و حدوداً کی این پروژه خاتمه پیدا خواهد کرد. و یه کاربرد دیگه ولاسیتی هم اینجاست که شما میتونید به عنوان یک متریک، در واقع به عنوان یک سنجه ازش استفاده بکنید و ببینید که این تیم اسکرام شما چقدر بازدهی داره، چقدر میتونه ولیو کاستمر رو در واقع برآورده کنه. مثلا اگر من به عنوان یک تیم داره ولاسیتی مثلا یواش یواش میره بالاتر، میتونم بگم که این تیم یواش یواش داره بهتر میشه، این تیم داره تیم بهتری میشه و انگار داره بهتر کار میکنه. خب اگر حضور ذهن داشته باشید، توی همین چند دقیقه پیش خدمتون گفتم معمولا ولاسیتی به جای یک عدد معمولا به صورت رنج بیان میشه، یعنی یه لوور باوند و یه اپر باوند داره. و نکته که تو محاسبه ولاسیتی وجود داره اینه که شما حتما باید چند اسپرینت بگذره تا بتونید در بیارید، یعنی با یک یا دو اسپرینت نمیشه این رو گفت که ولاسیتی تیم من اینقدر، من 3 4 تا بگذره تا بگیم. حالا از اول مثلا تو یک روز اول میتونیم بگیم حالا فعلا ولاسیتی مثلا شده 23، بعد که مثلا 3 4 تا خورد میتونیم دقیق بگیم، بگیم آقا مثلا ولاسیتی معمولا بین مثلا 26 تا مثلا 19. پس نیاز به هیستوریکال دیتا داریم. حالا راه افزایش سرعت تیم چیه؟ چجوری میتونم ولاسیتی یک تیم رو ببرم بالا؟ ببینید، ما معمولا انتظار داریم که یک تیم سعی کنه ولاسیتی خودش رو ببره بالا در طی زمان، ولی مشکلی که وجود داره و واقعیتی که وجود داره اینه که معمولا بعد از یک مدتی تیم شما سعی میکنه ولاسیتیش رو به یک حدی میرسونه و دیگه بالاتر نمیتونه بره، دیگه ولاسیتی ایدئالش اون تیم پیدا میکنه، دیگه بالاتر نمیره. من به عنوان یک مدیر برای اینکه ولاسیتی تیمم رو ببرم بالا چند تا کار میتونم بکنم؟ یعنی بعد از اینکه تیم خودش رو پیدا کرد، دیدم آقا دیگه این تیم بهتره کنه مثلا 27 پوینت در اسپرینت بیشتر انجام نمیده، چند تا کار میشه کرد. یه کار اینه که من بیام ابزارهای جدیدی به تیمم بدم، سعی کنم مثلا بیلد سیستمم رو قوی تر کنم، آیدی بهتری بهشون بدم، چه میدونم تولزای جدید بهشون بدم، یا حتی مشوقهای سرکاری، نه یا بهشون پول اضافه بدم. حالا پول اضافه محرک هست، ولی اثبات شده که صرف پول دادن نمیتونه فرد رو چیز کنه. مثلا چه میدونم بهشون اسنک بدم توی روز، نمیدونم میان وعده بدم، این حرفا که سعی کنم تیم رو قبراختر نگه دارم. پس یکی از اینا که من بیام با آموزش، با ابزار، با نمیدونم فسیلیتی های مختلف سرکار ولاسیتی تیم رو برم بالا. یه راه دیگه ای که برای بالا بردن ولاسیتی وجود داره اینه که من از افراد جدیدتری در تیم استفاده کنم، به تیم آدم تزریق کنم یا جابجا بکنم.
مثلا میبینم آقا فلانی توی تیم شاید یه ذره پرفورمنسش خوب نیست، سعی کنم با یه آدم دیگه توی تیم دیگه سواب کنم که اون آدمه بره تو اون تیم دیگه، اونجا پرفورمنسش بهتر میشه، اونم از این ور میره اونجا اینجا پرفورمنس بهتر میشه. البته خیلی توصیه نمیشه این جابجایی فرد توی بین چند تیم، معمولا کار تریکی و بسیار کار داستانداریه، معمولا توصیه میکنن که اینا این کار رو انجام ندید. ولی نکته که وجود داره توی این نمودار ببینید، معمولا شما وقتی یک تغییری به یک تیم میدید، خب ولاسیتی یه ذره ممکن اصلا افت کنه. مثلا یه آدم جدید من میارم توی تیم، مثلا یه اصلا جدید شروع کنم میگم آقا این ولاسیتیم تخت شده، یه آدم مثلا میذارم مثلا یه طول و یه سری ترنینگ جدید میدم به تیم، خب بیا ذره سرعت تیم طول جدید بهشون دادم تا یاد بگیرن ادب بشن، ولاسیتی ممکنه بیاد پایین، یاد گرفتن دوباره بوست میکنم یه پله اومد بالاتر، اینجاها بود اومد بالاتر، مثلا اینجا دوباره میام یه آدم اضافه میکنم. وقتی آدم اضافه کنم معمولا ولاسیتی افت میکنه، چون یه آدم جدید اومده به یک تیم یا یک آدمو تعویض کردم، خب طول میکشه تا تیم خودش پیدا کنه، وقتی پیدا کنه دوباره میره بالا و به ولاسیتی ثابتی میرسه. یعنی اینجوری نیست که من آدم بذارم فوری بوست بشه، من رو اتفاقا تغییر رو میدم یه ذره افت میکنه بعد دوباره میره بالا. مثلا این داستان این بورسیا هست میگن نمیدونم پول بک کرد برگشت نمیدونم رفت فلان شد، اینا معمولا توی همین دنیای نرم افزار هم واقعا وجود داره این مسائل و این موارد. و یه نکته دیگه هم بگیم راجع به اضافه کاری. ببینید اضافه کاری چه تأثیری در ولاسیتی داره. ببینید اضافه کاری ها قطعا من بیام تیمو اضافه نگه دارم، مثلا میگم از 8 ساعت روز 10 ساعت کار کنید برای اسپرینت بعدی، خب معمولا ولاسیتی باید بره بالا دیگه. ولی نکته‌ای که وجود داره بعد از این که اون پریود اضافه کاری گذشت، مثلا دو اسپرینت من بچه رو اضافه کار نگه داشتم، معمولا تیم نیاز به ریکاوری داره، بعد از اون موقعیت ولاسیتی افت میکنه. یعنی اینو در نظر بگیرید، آقا من تیمی رو اگر دچار اضافه کار بکنم بعدن پیبک خواهم داشت، الان شاید ولاسیتیم رو ببرم بالا یه ذره عمل کردم و بهتر کنم، ولی بعدن دقیقا همون باعث داره کاهش عمل کردم میشه. و استفاده از اضافه کاری های ممتد تیم رو واقعا با چالش روبرو میکنه و من تیم رو شروع به تخریب کردن میکنم. بنابراین اضافه کاری درسته که مثلا اینجا رو ببینید در اولش بله ولاسیتی من میبره بالا، بعد دیگه یواشاش میاد پایین، اضافه کاری تموم شد، تموم که میشه تیم هم افت میکنه چون نیاز به دوره ریکاوری داره تا دوباره برگرده به بیسلاین. من اینجا انگار یه ذره خودمو جلو انداختم ولی اینجا پیافش دادم. یعنی اگر الان انتگرال این در واقع نمودار رو بگیرید با این خط ثابت یکیه، من فقط انگار دارم تو این پریود یه ذره سعی میکنم کار بیشتری انجام بدم، مثلا میخوام یه چیزی تحویل بدم، معمولا اضافه کاری مقطعی اوکیه ولی به صورت ممتد اضافه کاری کردن اصلا چیز خوبی نیست. و نکته آخر راجع به ولاسیتی، ببینید ولاسیتی معمولا میگن نباید یک ابزار برای سنجش در واقع پروداکتیویتی اون تیم باشه. ببینید اگر من بیام بگم آقای تیم یار من از انجام کارهای شما ولاسیتیتون هست، ممکن چند تا مشکل پیش بیاد. اولیش ممکنه تیم بیاد موتیویت بشه و به صورت ناخودآگاه، نه اینکه مغرضانه که حالا بعضی هم ممکنه مغرضانه بشن، ناخودآگاه سعی میکنن تخمین های زیاد بزنن. تخمین زیاد که میزنن باعث میشه که کار رو گنده کنن الکی که ولاسیتیشون رو ببرن بالا. این خب داره ضربه میزنه در عملیات، من توی چارت هم ولاسیتی رفته بالا برای پروداکتیویتیش تغییر نکرده. بعضی وقتا هم اون فرد به خاطر فشار کاری ناخودآگاه تشویق میشه که از یه جاهایی سر و ته کارشو بزنه، در واقع یه ذره میخواد با کمکاری مثلا اون دقت لازمو برای کل تسک انجام نمیده، سر و تهشو میزنه و همش میاره میره. خب اینم میشه بازم یه خطر دیگه، من دانام بیشتر میشه، پوینت های بیشتری رو دان کردم ولی در واقع پروداکتیویتی بهتر نشه، برای کیفیت کارم اومده پایین. پس فشار استفاده از ولاسیتی برای تخمین در واقع پروداکتیویتی تیم خطرناکه، یا ممکنه باعث تخمین های زیاد بشه یا ممکنه باعث در واقع زدن از کار بشه که هر دوش خطرناکه. خب فکر کنم این آخرین بحث بود، در بذارید یه مرور با هم بکنیم راجع به ولاسیتی چون بحث خیلی خوبیه و بحث رو جمعش کنیم.
خب یاد گرفتیم که ولاسیتی این سرعت تیم برای انجام استوری پوینت ها در یک اسپرینت معمولا با هیستوریکال دیتا در میاد. دو تا کاربرد داره، یکی تخمین زدن برای اینکه ببینیم کی پروژه تموم میشه و یه حس داشته باشیم راجع به اینکه این گانتمون کی مثلا ما چند ماه دیگه چقدر کار کردیم یا کج پروژه کی تموم میشه، و دومین چیز اینه که به ما یک وسیله میده برای ارزیابی تیم که مثلا من ببینم اگه ولاسیتی کم میشه زیاد میشه اضافه کم کنم، سعی کنم تیم رو سر و پاتر نگه دارم. معمولا به صورت رنج حتی بالا و پایین حساب میشه ولاسیتی، و گفتیم که معمولا بعد از این مدتی ولاسیتی ثابت میشه. منیجر میتونه با استفاده از معرفی کردن ابزار جدید و جابجایی آدم ها ولاسیتی رو ببره بالا، ولی هر گونه تغییر معمولا باعث یه دراپ لحظه‌ای تو ولاسیتی میشه و بعد میره بالا، ولی برای این کم هزینه نیست. اضافه کاری روی ولاسیتی تأثیر داره، به صورت مقطعی ولاسیتی تیم رو میبره بالا، ولی اثبات شده که بعداً ولاسیتی افت میکنه. در واقع اگر من 2 هفته اضافه کار بچه‌ها رو نگه دارم، احتمالاً 2 هفته بعد پیبکش رو خواهم داشت، یعنی در مجموع اون 4 هفته حجم کار انجام شدن تغییر نخواهد کرد. و آخرین نکته این بود که ما از ولاسیتی نیاییم به عنوان معیار پاداش یا همچین چیزهایی برای تیم استفاده کنیم، چون اگر این کار رو بکنیم اتوماتیک بار تیم به سمت این میره که یا تخمین‌های دست بالا برای کارهاش بزنه یا کارهاش رو سر تهش رو بزنه و هم بیاره و کیفیت کارش رو افت بده. فکر کنم دیگه بحث راجع به ولاسیتی نمونده، من دیگه اینجا بحث رو تمام میکنم تا اشاره بریم تو قسمت‌های بعدی سراغ چه بحثی خواهیم رفت. فعلا خدا نگهدار.